و تراکنشی که داره اومده صرافی ها رو رتبه بندی کرد. یه متدولوژی داره که تو سایتش هم توضیح داده، یه سری فاکتورها رو در نظر گرفته. یه سری صرافی های زرنگ هم اومدن یه پولی دادن اینجا، لیست شدن توی این و اون ترانزکشن های دامی رو میزنن که رتبه خودشون رو بیارن بالا. وقتی که برن بالا، خب قاعدتا وقتی من روی این صفحه کلیک کردم، اولین چیزی که دیدم این 24 بیس اکسچنج، حالا عوض شد این جی اکسچنج که حالا ریت بهتری رو داره پیشنهاد میده و میتونم ازش استفاده کنم. در نظر داشته باشین، شکایت هم داشته باشین، میتونید از طریق این سایت خودتون پیگیر شید. اما خب یه نکته بیل و کلنگی داره که حتما با هم ببینیم. خب پس دیدیم روی اولی کلیک کردیم، یه لیست اینجوری آورد و این دیگه میتونستین انتخاب کنیم، کوین، یورو، روبل، اینا روسی ان اکثرا که دارن این سرویس رو میدن و خب میدونیم که کلی اطلاعات در اختیارتون قرار میده برای هم پشتیبانی دارن، پشتیبانیشون اکثرا خوب سریع جواب میده. اما قبل از اینکه بیاین با یه صرافی کار کنید، خواهش میکنم ریویوهاش رو بخونید. بریم سراغ این. یه کلکولیتور داره که میگه که من مثلا یه دونه، ببخشید اینجا مثلا 1000 تا USDT میدم، میگه اکسکلود کامیشن یا اینکلود کامیشن، یعنی با کمیسیون یا بدون کمیسیون اینجا براتون رتبه بندیش کنه. این با کمیسیون هم توش در نظر بگی، اینه که در نظر گرفته حالا قیمت ها به این صورت شد. پس اون یک و خورده یه کمیسیونش هم کم بکنی میشه 0.91 الی آخر اتریوم به شما، یعنی کمتر از یک واحد اتریوم دریافت میکنه، چون کمیسیونشون رو برمیداره. کمیسیونشون هم میتونید تو سایتاشون ببینید. و اینجوری هم که لیست کردی، این الان کم، این بیشترین چیز رو به شما میده، اتر رو میده، یعنی معادلش چیه؟ یعنی کمترین چیز رو برداشت میکنه، کمیسیون رو از این معامله برداشت میکنه. پس دقت داشته باشین. نوتیفیکیشن میتونید ست بکنید، میتونید بگی اگر مثلا این قیمت ها به اینجاها رسید برای من ایمیل کن یا رو تلگرام بزن. یه دونه حالا آدرستو مینویسی، بعد اینجا ریت نظرت میگه اگه کمتر از این شد یا مثلا رزروش انقدر ترکت تو 24 ساعت و همینطوری اینجا ببینید تنظیم کرد براتون، یه نوتیفیکیشن میاد که شما میتونید ازش استفاده کنید. یه موقع هم دابل اکسچنج دارین شما، یعنی میخواین یه چیزی رو به دو، به قول معروف دو بار اکسچنج انجام بدید و از این قابلیت استفاده میکنید. مثلا میاری اکسچنج تو اون USDT تو میاری یا BTC تبدیل میکنی و بعد میخوای به اتر تبدیل کنی که اینجا هم به شما این ریت رو داره میده. یه سری گزارشات آماری هم بهتون ارائه میکنه که میگه مثلا این نرخای تغییرات رزرو این صرافی ها به چه صورتیه و بقیه اطلاعاتی که اینجا میتونید ببینید توی بازه های زمانی مختلف برای شما مثلا میاره به صورت گرافیکی نمایش میده که شما حالا ازش میتونید استفاده کنید برای اون خرید خاصی که دارین انجام میدین. برگردیم به صفحه اول، یه تیبل داره که اینجا داریم میبینیم. این تیبل رو میتونید تیبلی انتخاب کنید، میتونید اینجا انتخاب کنید، یا حالا یه نکته هم داره اینجا. ببینید میگه بیت کوین به پرفکت مانی، این پی ام مخفف پرفکت مانی توی کریپتوکارنسی 0.7% کاهش پیدا کرده ریتش تو 24 ساعت گذشته. این تغییر رو ما توی پرفکت به بیت به پرفکت داشتیم، کمتر اومدن نقد بکنن و همینطور میتونیم میبینیم بعضی جاها هم اومدن مثلا اترشون رو به پرفکت زدن و این رشد هم داشته. خب شاید نشونه اینه که شاید اتر احتیاج این که یه مدتی استراحت بکنه. خب چرا کسی دوبار اکسچنج میکنه؟ به خاطر اینکه شاید تو اون صرافی بتونه یه سودی رو شناسایی بکنه. شما ببینید این صفحات بعضا قسمت سوالات قابل اطمینان که توضیح دادم بس نیاز به فیلتر شکن داره، اکثرا نمیخواد چون روسی هستن یا برابط به کشورهایی که بابام فعلا مشکلی ندارن. اما خب بعضی ها میخوادی. امروز من داشتم دنبال یه آدرس چیز میگشتم، بیت کوین میگشتم، دیدم bitcoin.com با آی پی ایران بسته. داستان این که دوباره اکسچنج کنن چیه؟ ببینید شما یه موقعی دارین سفر میکنید به مثلا یه کشور غیر اروپایی، وقتی که شما پوند رو ببرید یا یورو رو ببرید، بعضی موقع این اتفاق میفته، ببرید اونجا
گین یعنی اکسچنج بهتری میگیری، میزان پول بیشتری میتونی تبدیل کنی برای خودت تا اینکه بیای مثلا دلار ببری، یا اینکه پول کشور مقصد رو توی ایران تهیه بکنی ببری. این فرصت ها فرصت های خاصه، اونم دیلرهای حرفه ای دارن میرن رو، شما هیچ کم و کسی هم روی این مسئله ندارید. قطعا شما این حساب کتاب ها وقتی میخوای بری مسافرت حساب میکنی، من اگه پوند ببرم به صرفه تره، چون مثلا یه 100 پوندی میشه انقدر ریال تبدیل باید بکنم، این 100 پوندی رو ببرم به کشور مقصد با من با این ریت چیز میکنن اکسچنج میکنن، پس من این میزان بیشتر میتونم از خدمتون عرض شود پول کشور مقصد توی جیبم بذارم، در نتیجه ازش استفاده میکنم. اینجا هم به همین منوال هست. اکسچنجرایی که حالا این واژه خودش بحث داره اکسچنجر، ولی حالا دیگه این استفاده کرده اینجا لیست کرده بابت اینکه ما میخوایم اصلا نمیخوایم خرید کنیم، میخوام یه دوری بزنم ببینم چه خبره. اوورالی کدوم معتبرتره؟ سوالی که شاید بتونیم در امتداد سوال دوستمون که آیا قابل اطمینان هستن انجام بدیم. ببینید وضعیت اویلیبل بودنش که باید چک کنیم که اصلا سایت بالا یا نه، رزروشون به همین صورت، ریتشون من میذارم رو ریت بالاترین امتیاز 7550 نیو لاین. وبمانی نداره، یعنی سابقه رو وبمانی، ریت رو وبمانی براش متصور نبودن. به صورت کش ترانزکشن ها، یعنی هم کارت های اعتباری یا حالا مدل های دیگه که واریز پول هست، رتبه 139 داره، پرفکت مانی هم نداره. حالا من فرض برای میذارم میخوام بگردم بین صرافیایی که بهترین پرفکت مانی رو برای من، یعنی از نظر پرفکت مانی وبسایت پرفکت مانی وضعیت خوبی دارن، XML Gold، چنج کوین، کریپتو اوبمن و سوپر چنج که میبینید اینا رتبه بندی است. رو وب مانی میخوام این اتفاق بیفته، اوبمن نیک دبلیو اس، حالا خودم تلفظش هم سخته، اینها از این نظر اومدن رتبه بندی شدن. یا ریت کلی رو میخوام ببینم، ببین ریت کلی به این صورته که از اعتبار بیشتری برخوردن، ریسکتون کم میکنه، ریویو هم فراموش نکنید بخونید. یه بحث آماری همینجا میتونید داشته باشین که ببینید نشنال کانتری و الکترونیک کانتری و پیمنت سیستم ها دیگه، مثلا اینجا به گزارش های مختلفی به شما به صورت پای چارت نمایش میده که حالا بعضن برای اینکه شما یه حسی داشته باشین که ببینید تو کدوم حوزه بیشتر خرید داره میشه. این مونرو ببینید اینجا هم خوب اومده بالا. یه نکته توی سازمان بورس من یادمه تو تی اس ای یه اتفاق میافتاد، نمادهای پربیننده رو میذاش، الان هم این کار انجام میده یا اینکه چون من دیگه مدت زیادی درگیر بازار بورس نیستم میخوام بدونم که آیا همچنان اونا رو داره نمایش میده؟ خب بسیار عالی آقای شجاعی. این نمادهای پربیننده به من چه کمکی میکنه؟ توی کوین مارکت کپ دیدیم، گفته بود اونی که اومده بیت کوین رو دیده رفته این چارتا رو هم دیده، میاد رو کل یه کار داده کاوی دیگه، دیتا ماینینگ. خب این برای من مهمه که ببینم بازار به چی داره نگاه میکنه. یکی از ورودی های من میتونه باشه توی لیست کوتاه هم یا لیست دیدبانم برای اینکه بخوام یه کوین یا توکن رو بررسی کنم. فرمودید که سایت بیس اکسچنج هم کامیشن میگیره؟ نه، این تیکه همون بیل کلنگیه که گفتم از گلدراش استفاده شده. این سایت وقتی که من توی اکسچنج توی لیست اومدم مثلا یکی از اینا رو انتخاب کردم، نگاه کنید اسم آدرس ترانسفر 24 دیگه، من منتظرم که این بیاره بالا تا بهتون نکتهش نشون بدم. یکی دیگه هم بزنم، این اومده از این ظرفیت استفاده کرده که با گرفتن API از کلیه این صرافیه که وجود دارن توی بازار و به قول معروف علک کردن اینا، انتخاب یه سریش با یه سری معیارهای خوب هم برای خودش اعتبار بخره، همین که بیاد اینجا رو میبینی؟ اینم که نیمت بالا، بیاد کمیسیونشو از کی بگیره؟ از صرافی که داره این تبدیل رو انجام میده. فکر قشنگی بوده ها، میاد به جای اینکه خودش رو درگیر بکنه با ما که ببینه آقا ببینید اینجا رو
این علامت رو میبینی؟ علامت سوال پارتنر مساوی 5002. این کد ریفرالیه که توی سایت بست اکسچنج وجود داره. کمیسیونش رو میاد از این معرفی مشتریه، از معرفی منی که میخوام ارزون ترین قیمت رو پیدا بکنم و میرم سراغ اون صرافی، از اون میگیره. چجوری از اون میگیره؟ ببینید یه افیلیت پروگرام داریم ما اینجا که اگه من روش کلیک بکنم به شما این امکان میده، مثلا اگه اینو معرفیش بکنید جاهای دیگه و به کسای دیگه معرفی کنید، یه درصدی هم حتی به شما این که اومدی تو این چرخه داری تبدیل میکنی یا آموزش میدی یا این که داری معرفی میکنی یا ویدیوهای آموزشی میسازی یا هر چیز دیگه، یا یه شبکه بزرگ اجتماعی داری که میتونی به آدمایی که تو حوزه کریپتو دارن کار میکنن معرفی کنی این سایتو، به شما هم پرداخت میکنه. این موضوع در تمامی وبسایت هایی که تو حوزه کریپتوکارنسی فعال هستن بسیار متداوله. علتش هم ذات بازار کریپتوکارنسی هست و بلاکچین که بازاری غیر متمرکزه. و خب یه کانتکت داره FAQ که شما میتونید بعدا ازش استفاده ببرید. دیدید دیگه این مثلا پارتنر این. حالا مثلا تو این یکی که اومدیم ببینید، بعضا هم مثلا اون لحظه پرفکت مانی رو ببینید این ساپورت نمیکنه الان. این محدوده کویناش هم کمتر از بقیه است. پس خیلی راحت تونستم کوینایی که نیستن تو بازار ایرانی رو برم از اینجاها بخرم. دقت داشته باشین که وقتی خریدی تو خودش ذخیره نمیشه، بعد آدرس کیف پول بدی. یعنی اصلا تو فرایندش ازت اول آدرس کیف پول میخواد. توی نوشتن آدرس کیف پول دقت داشته باشین، اینو هیچ وقت تایپ نکنید، کپی کامل انجام بدین. بعضن ممو داره یا دیستینیشن تگ که این مثلا روی XRP این خیلی سوال میشه، حتما یادتون باشه که اینو یادداشت بکنید تا این ترانزکشنتون توی شبکه بلاکچین گم نشه. خب ببینید مثلا اینجا چی گفته. گفته که after you register in our affiliate program you will get up to 0.6